لیز تراس برنده رقابت برای جانشینی بوریس جانسون. او فردا رهبری دولت بریتانیا را به دست می‌گیرد. در 60 دقیقه امشب کسرا ناجی با ما خواهد بود. اینجا در مقابل پارلمان حزب محافظه‌کار همچنان در قدرت. لیز تراس می‌گوید این حزب را در انتخابات بعدی 2 سال دیگر به پیروزی خواهد رسند. از یک معاون پیشین وزارت خارجه بریتانیا می‌پرسیم که آیا نخست وزیر بعدی می‌تواند از طوفان مشکلات به سلامت گذر کند؟ همچنین در برنامه امشب گرانی در ترکیه رکورد 24 ساله زد. نرخ تورم سالانه در ماه گذشته از 80% گذشت. سالگرد کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی پیشین جبهه مقاومت ملی افغانستان. خانواده اش بنیادی برای حمایت از روزنامه‌نگاران افغان ایجاد کردند. و بزرگداشت قربانیان المپیک مونیخ، بازی‌هایی که درخشان آغاز شد اما خاطره ای تلخ باقی گذاشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. با انتخاب لیز تراس به رهبری حزب محافظه‌کار، او فردا رسماً در دفتر نخست وزیری بریتانیا جانشین بوریس جانسون خواهد شد. لیز تراس 47 ساله وزیر امور خارجه در شرایطی به رهبری بریتانیا میرسد که مردم این کشور از یک طرف درگیر بحران هزینه‌های زندگی هستند و بالاترین تورم 4 دهه اخیر را تجربه می‌کنند. از طرف دیگر هنوز پس‌لرزه‌های برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا را احساس می‌کنند و همزمان همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را پیش رو دارند. لیز تراس که سیاست‌های راستگرایانه اش شباهت‌های زیادی به مارگارت تاچر دارد، وعده داده که مالیات‌ها را کم و دولت را کوچک‌تر کند. او در شرایطی دولت را تحویل می‌گیرد که در خارج از بریتانیا جنگ در اوکراین و در داخل اعتصاب و اعتراض‌های اتحادیه و اصناف و افزایش هزینه‌های زندگی ادامه دارد. نخست وزیر جدید بریتانیا این کشور را به کدام سمت می‌برد؟ همکارم کسرا ناجی از مقابل پارلمان بریتانیا با ماست. کسرا، مشکلات بسیار عدیده‌ای پیش روی خانم تراس هست. فکر می‌کنی که او چطور این سکو رو تحویل خواهد گرفت و بریتانیا رو به کدام سمت می‌بره؟ رانا، همین 6 ساعت پیش بود در یک مرکز کنفرانس اینجا در چند صد متری من نتیجه انتخابات درون حزب محافظه‌کار اعلام شد. انتخاباتی بود که اعضای حزب محافظه‌کار در گوشه و کنار کشور میتونستن در اون رای بدن و 2 نفر رقابت داشتن: لیز تراس وزیر خارجه و ریشی سوناک وزیر دارایی. و در این نتیجه انتخابات که اعلام شد که لیز تراس وزیر خارجه برنده شده و عنوان رهبر حزب محافظه‌کار رو گرفته، که معنیش اینه که فردا او به عنوان نخست وزیر بعدی کشور، 56مین نخست وزیر کشور و 3مین نخست وزیر زن کشور، این سکان دولت را به دست خواهد گرفت. نتیجه آرا جالب بود. حدود 170 هزار نفر اعضای حزب محافظه‌کار داریم در سراسر کشور. از این 170 هزار نفر حدود 140 هزار نفر رأی دادن، در این رأی‌گیری شرکت کردند و از میان اینها 80 هزار نفر تقریبا به خانم لیز تراس رأی دادن و 60% به آقای ریشی سوناک، که خودش نشان از تشتت آرا در داخل حزب داره. خانم تراس بلافاصله بعد از اعلام این نتایج یه سخنرانی کوتاهی داشت که در اون صحبت از این کرد که من حزب رو در انتخابات عمومی بعد 2 سال دیگر در سال 2024 قول میدم که به پیروزی برسانم. این گوشه هایی از صحبت های او. ممنونم که به من برای رهبری حزب بزرگ محافظه‌کار اعتماد کردید. I know that our beliefs resonate with the British people.
آگاهم که باورهای ما از جمله به آزادی، به توانایی اداره زندگیمان و کاهش مالیات‌ها سبب شد بریتانیایی‌ها آنطور در انتخابات سال 2019 به ما رای دهند. و من به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار می‌خواهم اطمینان دهم که ما به تعهداتمان به مردم در آن انتخابات جامعه عمل خواهیم پوشاند. در طول مبارزه انتخاباتی برای رهبری حزب محافظه‌کار، من مانند یک محافظه‌کار کارزار خود را پیش بردم و حالا هم مانند یک محافظه‌کار کشور را اداره خواهم کرد. دوستان من، ما باید نشان دهیم که قادریم در 2 سال آینده مسائل را به سرانجام برسانیم. من طرحی جسورانه برای کاهش مالیات‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور در نظر دارم. طرحی برای مدیریت قبض‌های سنگین انرژی و البته برای مدیریت مسائل کلانتر. همچنین در زمینه بهبود خدمات درمانی سراسری کشور کار خواهم کرد. رانا، همونطوری که گفتی خانم تراس در شرایطی داره سکان این دولت رو به دست میگیره که وضع اقتصادی اجتماعی به شدت نگران کننده است و بحران‌های عمیقی رو ما شاهد هستیم. همین امروز یک انستیتوی معتبر اقتصادی اعلام کرد که کشور در آستانه رکود قرار داره. الان ما بحران انرژی رو داریم به خاطر قطع و کاهش به اصطلاح صادرات گاز از روسیه به غرب و به بریتانیا که قیمت گاز رو به شدت بالا برده، قیمت برق رو. بحران معیشتی داریم، بالا رفتن قیمت کالاها و ارزاق عمومی که فشار رو بر خانوارها بسیار زیاد کرده. بحران اقتصادی داریم، تورم 9% الان که قراره تا چند ماه دیگه به حدود 20% برسه و همه اینها در شرایطی که یک جنگ رو هم در اروپا داریم که بریتانیا از یک طرف از اوکراین در اون داره حمایت میکنه. برای مردم کشور مسئله معیشت مهمتر از همه است و در میان این مسئله معیشت قیمت برق و گاز هست که نگران کننده است. چیزی که خانم تراس امروز در همین سخنرانی کوتاهش صحبت از این کرد که من این مسئله رو به زودی حل میکنم. این گوشه ای از صحبت های بعضی از مردم. خونمون قدیمیه، سیستم گرمایشش هم گازیه، وضعمون خیلی خرابه، باید همه جوره صرفه جویی کنیم، ولی بالاخره یه کاریش میکنیم، اینم میگذره. چند بار اومده اینجا و خودم اینجا دیدمش. امیدوارم یه بار دیگه فرصت کنه و سر بزنه و ببینه که اینجا شده مثل شهر مرده ها. احتمالاً دیدین که اون پشت تمام مغازه ها تعطیل شدن. امیدوارم یه جوری اوضاع درست بشه. همه چی داره گرون میشه. من البته آدم خوششانسیم چون قصه خونه دیگه نباید بدم. اما کسایی که تازه میخوان وام مسکن بگیرن بیچارن. رانا، چند کلمه هم راجع به بوریس جانسون بگم. میدونیم که 8 هفته پیش موقعی که حدود 60 نفر از افراد کابینه و مقام‌های بلندپایه دولت او استعفا دادن و او را متهم کردند به عدم صداقت و بیکفایتی، مجبور شد اعلام کنه که از حکومت کنارگیری میکنه و فردا هم قراره که از مقام کنار بره. اما خیلی ها اینجا صحبت از این میکنن که کار او شاید تمام نشده. خود آقای بوریس جانسون و دوستانش گفته که هنوز راه برای بازگشت او باز هست. این رو هم داشته باشیم که یکی از افراد سیاسی مورد علاقه او وینستون چرچیل هست، نخست وزیر زمان جنگ بریتانیا، که بعد از شکست در انتخابات 10 سال گذشت که دوباره به قدرت برگشت. بنابراین هنوز کار بوریس جانسون رو نباید تمام شده فرض کرد.
متشکرم کسرا نژی، خبرنگار ارشد بی بی سی فارسی از مقابل پارلمان بریتانیا. اما برای گفتگوی بیشتر آلیستر برت، معاون پیشین وزیر امور خارجه بریتانیا در دولت‌های دیوید کامرون و ترزا می از شهر لانکستر در بریتانیا با ماست. آقای برت خوش آمدید به برنامه. در سخنرانی خانم تراس شنیدیم که او ابراز ارادت کرد به بوریس جانسون. آیا او ادامه دهنده سیاست‌های بوریس جانسون خواهد بود؟ من فکر میکنم که نخست وزیر جدید به احتمال بسیار زیاد در زمینه سیاست خارجی همون سیاست های بوریس جانسون رو ادامه میده. یک سری مسائل تغییراتی در سیاست داخلی خواهد بود، ولی اون سیاست خارجی که دولت بوریس جانسون گذاشت سیاستی بود که به طور کلی با سیاست های کلی محافظه کاران خیلی همراستا بود و به نظر میسه کلیه حزب محافظه‌کار اونها رو حمایت میکنن، مثلا حمایت از آقای زلنسکی، نگرانی ها در مورد روسیه و چین همچنان ادامه خواهد شد. حداقل وزیر خارجه ما به خوبی میدونه که شرایط چگونه است و او به نظر میرسه که جیمز کلیورلی رو که در زمینه جاهایی مثل میدل ایست بیشتر فعالیت میکرده، او رو به عنوان وزیر خارجش اعلام خواهد کرد. در داخل هم بحران‌های فراوانی داره. همین الان صحبت از اعتصاب اصناف مختلف هست و مسئله بحران قیمت انرژی. فکر میکنید که خانم تراس میتونه از پس این حجم بحران بر بیاد؟ من عضو پارلمان بودم 32 سال. من واقعا به خاطر ندارم نخست وزیری در چنین شرایط سختی بر سر کار آمده باشه. اگر نخست وزیری میتونست مثلا در یک انتخاباتی میومد و دولت قبلی رو کنار میزد، اون وقت میتونست بگه که دولت قبلی برای چند سال میتونست بگه این اشکالات و این مشکلاتی هست متعلق به دولت قبلی است. سخت برای خانم تراس که دولتی رو که 12 سال بر سر کار بوده و حزبی که بر سر کار بوده اونها رو بخواد بگه که مسئول این شرایط هستن، و همینطور سخت خواهد بود برای او اگه بخواد بگه که قیمت انرژی افزایش پیدا نکنه، برای اینکه در هر صورت شرایط برای مردم سخت خواهد بود. باید ببینه که میخواد چطور این جنگ رو پیش ببره. خیلی مهم هست که اونهایی که به دنبال به دست آوردن حقوق بیشتر هستن این رو بفهمن که برای مردم شرایط زندگی رو دارن سخت‌تر میکنن. بنابراین شرایطی که نخست وزیر باش مواجه هست شرایط بسیار سختی است. اون نمیتونه همه چیز رو تغییر بده، تنها 18 ماه فرصت داره قبل از انتخابات پیش رو. شرایط بسیار سختی است، ولی من فکر میکنم او میتونه اعضای حزب محافظه کار رو پشت خودش جمع بکنه، برای اینکه اونها میدونن که اگر جمع نشند و متحد نشند اون وقت حزبشون شکست خواهد خورد. آقای برد، در عرض 6 سال 4 نخست وزیر عوض شدن در بریتانیا، فکر میکنید خانم تراس چقدر دووم بیاره؟ بله، درست میگید و اشارتون به این مسئله درسته. این یک رکورد بدی هست و خیلی شاید فکر بکنن که حزب محافظه‌کار که داره بریتانیا رو الان میگردونه بدون توجه به جامعه داره رهبرانش رو تغییر میده و شاید فکر کنن که مثلا رهبران احزاب خیلی براشون مهم نیست که مردم چه اتفاق میکنن، ولی خب به هر حال باید طوری پیش بریم که مردم هم فکر نکنند که حزب محافظه‌کار دیگه به کارشون نمیاد. اگر نخست وزیر بخواد با این مشکلات کنار بیاد، من باید بگم که این مشکل هیچ کدوم از احزاب نیست. مشکلی که در اوکراین پیش اومده مشکلی نیست که هر کدوم از احزاب با اون شرایط پیش اومده. اگر
این دولت بتونه یک طرح اقتصادی خوب بر سر کار بیاره و بتونه حتی اگه زمان ببره میتونه استفاده بکنه و بتونه اون وقت از این شرایط کوتاه استفاده کنه که در انتخابات پیش رو رکورد خوبی از خودش به جا بذاره و رأی مردم رو بتونه بخره. آقای در نهایت اشاره گذرایی کردید به سیاست خارجی، ولی بینندگان ما در ایران و افغانستان کنجکاون بدونن که آیا خانم تراس در قبال این دو کشور ممکنه تغییر موضعی داشته باشه یا اینکه همه چیز به روال فعلی ادامه پیدا میکنه. چالش اول نخست وزیر در حال حاضر مسئله برجام خواهد بود، توافق هسته‌ای. او همین حالا هم تحت فشار اسرائیل خواهد بود که حمایتش رو از توافق هسته‌ای برداره و همین حالا این مسئله است که توسط آمریکا و سه کشور اروپایی دنبال این مسئله است. فکر می‌کنم خانم تراس به دنبال یک توافق جدید هست. اگر آقای بایدن هم آماده باشه و اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، اون وقت همه ما می‌دونیم که این تنها پاسخ به شرایط کنونی هست. من فکر می‌کنم که نخست وزیر ادامه خواهد داد سیاست‌های ما رو در مورد ایران و افغانستان. فکر می‌کنم در مورد افغانستان نگرانی این خواهد بود که اطمینان حاصل کنیم که مردم افغانستان از شرایط فعلی که رژیم فعلی به وجود آورده بیشتر از این زجر نکشه، ولی من واقعا فکر می‌کنم که در مورد این دو کشور سیاست‌های ما تغییر اونچنانی نخواهد کرد. متشکرم. آلیستر برت، معاون پیشین وزرای امور خارجه بریتانیا. و اما لیستراس برای رسیدن به نخست وزیری بریتانیا راهی پرپیچ و خم رو طی کرده، از خانواده‌ای با عقاید به گفته خودش چپگرایانه تا پیوستن به لیبرال دموکرات‌ها و بعد عضویت در حزب محافظه‌کار. نیکی یانگ نگاهی کرده به زندگی و مسیر حرفه‌ای او. خیلی پرکاره، به حرفی که میزنه عقیده داره و میدونه که چی میخواد و به دستش میاره. شماری از هواداران پروپاگورس لیستراس در نورفولک، صحبتهایشان همه در تحسین نماینده این شهرستان در پارلمان و نخست وزیر بعدی بریتانیا است. کارش خیلی براش مهمه، چیزی که در نظرش هست و اجرا میکنه. لز همونه که هست و میبینیم. در برابر اونایی که بخوان آزارش بدن، پوستش مثل کرگدن کلفته. این رو بهتون اطمینان میدم. در طول این سالها بارها گفته شد که زندگی حرفه‌ای لیستراس رو به افوله و دیر یا زود مجبوره که بیشتر اوقاتش رو به جای پارلمان اینجا در نورفولک بگذرونه. اما دوستاش میگن که همه اون رو دست کم گرفته بودن و موندنش در عرصه سیاست ثابت کرده که اون سیاستمداری باهوش و مصممه. راهش به دنیای سیاست از کودکی و در محیطی چپگرا شروع شد، دورانی که او و خانواده‌اش به کارزاری برای خلع سلاح هسته‌ای بریتانیا پیوستند. در دانشگاه آکسفورد لیبرال دموکرات شد و در کنفرانس این حزب در حمایت از انحلال سلطنت سخنرانی کرد. ما لیبرال دموکرات‌ها به فرصت برابر برای همه معتقدیم و همچنین به رعایت انصاف و قضاوت عقلانی. بعد از فارغ التحصیلی به محافظه‌کاران پیوست. مدتی حسابدار بود و در انتخابات پارلمان نامزد حزب از حوزه نورفولک شد. چندی بعد برملا شدن رابطه پنهانیش با یکی از نمایندگان سدی شد در مسیر حرفه‌ایش. اما او در برابر فشارها برای برکناریش از حزب مقاومت کرد و در انتخابات 2010 به پارلمان راه پیدا کرد. خیلی زود به معاونت وزیر آموزش رسید. کسانی که در آن دوران همکارش بودند از دقتش می‌گویند. یک گروه موفق به رهبری نیاز داره که به هدفش اعتقاد داشته باشه و لیز به اهداف بزرگی اعتقاد داره. وقتی باهاش کار میکردم اسمش رو گذاشته بودیم وزیر ریاضیات، چون این یکی از اهداف اصلیش بود. اون واقعا میتونه با ایمان و اراده‌ای که برای ایده های بزرگش داره به یه تیم شکل بده. اولین منصبش در کابینه وزارت محیط زیست بود. در این مقطع بود که معلوم شد برای حضور در مجامع عمومی به تمرین بیشتری نیاز دارد. ما دو سوم پنیرمون رو وارد میکنیم. این شرم‌آوره. در کارزارهای پیش از همه پرسی برکسیت از ماندن در اتحادیه اروپا حمایت کرد، اما بعداً گفت انتخابش اشتباه بوده. نیکولا هیلی از حزب لیبرال دموکرات در آن کارزار همراه او بود.
اینکه یکی بگه من به یه چیزی اعتقاد دارم و روز بعد عقیده‌اش رو عوض کنه و به نظر بیاد که این تغییر فقط برای رسیدن به قدرته، این برای من نگران کننده است. تو با لیستراس در مسائل زیادی اختلاف عقیده داری. فکر میکنی خصوصیتی داره که بهش کمک کنه نخست وزیر خوبی باشه؟ اون آدمیه که خیلی مرتب و منظمه، اما تو برقراری ارتباط مشکل داره و کاریزماتیکم نیست. دوستانش میگویند میداند چطور پیامش را به مخاطبش برساند و حسابش در اینستاگرام وجهه شاداب و سرزنده شخصیت او را نشان میدهد. بعضی همکارانش اما آن را نشانه سطحی بودنش میدانند و این جست سلطنتی در عکس کریسمس پارسال مایه دست انداختن او شد. ارتقایش به وزارت خارجه او را در سطحی بین المللی مطرح کرد و او به وضوح تلاش کرد تصویر شبیه مارگارت تاچر از خودش ارائه کند، شخصیتی که مورد تحسین اوست. لیستراس سومین نخست وزیر زن بریتانیا می شود و زندگی او، همسر و دو دخترش به زودی عوض خواهد شد. اما هیچ کس نمی تواند چالش هایی را که پیش روی اوست دست کم بگیرد. ویکی یانگ، BBC News، وستمینستر. کاترین وست، نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا از لندن با ماست. خوش آمدید به برنامه خانم وست. شما حزب اپوزیسیون حزب خانم تراس محسوب میشید و نظرتون چیه؟ فکر میکنید که بریتانیای تحت رهبری لیستراس چطور بریتانیایی خواهد بود؟ من اعتقاد ندارم که خیلی متفاوت خواهد بود، برای اینکه او در کابینه آقای جانسون در چند سال گذشته بوده و در سال دوازده سال گذشته هم ما از او مشکلات زیادی در دولتی که او داشته بودیم، به خصوص این تابستان که هزینه های زندگی افزایش پیدا کرد و خیلی از رای دهندگان به ما الان نگران هستند که میخوان هزینه هاشون رو چجور پرداخت کنند. و همین حالا هم در حزب حاکم بحث هایی هست بر سر اینکه اونها به حرف مردم عادی گوش نمی کنند، در حالی که حزب من، حزب کارگر در مخالفت، ما مشخصا طرح خودمون رو برای اینکه چطور با شرایط کنونی کنار بیایم گفتیم. ما میخوایم در کنار مردم عادی کار بکنیم. طرح ما ای که میخوایم بگذاریم این هست که به مردم عادی این شانس رو بدیم که یک انتخابات مجدد برگزار بشه. میدونیم که از لحاظ اقتصادی دوران بسیار بحرانی رو طی می‌کنه بریتانیا، بالاترین تورم در 40 سال گذشته. فکر می‌کنید که اگر که حزب شما در قدرت بود میتونست بهتر از حزب محافظه‌کار مدیریت بکنه این بحران رو؟ بله، من فکر می‌کنم ما زودتر دخالت می‌کردیم. ما در تابستان شنیدیم که این مسائل هست، این اختلافات هست، مردم راجع به این صحبت می‌کردن، همینطور بیزنس ها می‌گفتن، ولی هنوز هیچ طرحی برای بیزنس ها وجود نداره. الان یک طرح کوتاه مدت برای خانه ها وجود داره، برای خانواده ها. من فکر می‌کنم این مشکلی است که در طول 12 سال گذشته ما بارها گفتیم و هیچ وقت حل نشده. اگر مسئله عایق بندی خانه ها مثلا حل شده بود، به خصوص در جایی که خانه هایی که افراد کم درآمد هستند، اونها رو میتونستیم حالا در شرایط سخت بهشون کمک بیشتری بکنیم. در این حال کاری که اونها کردن در سال 2010 این بود که شرایط اقتصادی رو سخت‌تر کردن تا توانستن قطع کردند، و همینطور مسئله انرژی ما کاملا عقب افتادیم در این مورد، و به همین دلیله که شرایط به خوبی پیش نمیره. بنابراین ما در حزب کارگر اگر میتونستیم فردا بیان و بگن که یه طرحی دارن برای اینکه بیزنس ها رو و همینطور خانه ها رو کمک بکنن، خانوار رو کمک بکنن، برای اینکه کاملا تورم حالا باعث شده که افزایش درآمدها هیچ کاملا بی اثر بشه. خانم تراس در طول این کمپین نگفته که چطور میخواد از مردم حمایت بکنه در شرایطی که تورم بالا رفته. بیشترین چیزی که او راجع به صحبت میکنه اینه که مالیات رو بر شرکت ها کاهش میده و بیزنس ها، و در نهایت مثلا بتونه از اون کسی که رقیبش بوده، ریشی سوناک بوده، او رو شکست بده. بنابراین هنوز خیلی مشخص نیست که طرح او چه هست، و به نظرم ما باید زمانی است که باید هشدارآمیز باشه برای بسیاری، به خصوص کسانی که قشر کارگر.
خانم تراس در سخنانش امروز گفتش که باورهای حزب محافظه‌کار انعکاس باورهای مردم بریتانیا است. نتایج انتخابات پارلمانی هم در سالهای اخیر تایید میکنه این صحبت او رو. امروز دوباره وعده داد که در انتخابات دو سال بعد هم این حزب رو دوباره پیروز میکنه. چقدر امیدوارید که شما بتونید در یک مقطعی در سالهای پیش رو دوباره قدرت رو در دست بگیرید؟ کارگر داره خیلی سخت کار میکنه. ما حزب متحدتری هستیم از اونچه که در مقایسه با گذشته. من فکر میکنم الان نسبت به حزب محافظه‌کار بسیار ما متحدتر هستیم. ما یک طرح مشخصی برای بحران انرژی داریم در چند ماه آینده و همینطور یک طرح میان مدت و بلند مدت برای عایق بندی خانه ها که داریم اونها رو مشخص میکنیم. یک استراتژی ملی برای اینکه به صورت درون زا بتونیم اقتصاد رو قوی تر بکنیم. وقتی که ما این طرح رو دادیم آقای ریشی سوناک بود که خودش این طرح رو گرفت و در مورد اون رو به کار انداخت و اجرا کرد. حالا زمانی است که باید اقدامات بیشتری رو ببینیم، نه اینکه فقط صحبت‌های نامفهومی بشه راجع به ایدئولوژی که این حزب داره. این حزب اگر واقعا میخوان کار بکنن باید مشکلات مردم رو حل بکنن. ما بدترین تورم رو در اروپا الان داریم و ارزش پول ما به نسبت دیگر ارزش‌ها پول‌های دیگه به شدت کاهش پیدا کرده و همین باعث شده که کسی بودجه بیشتری پیدا کنیم. سپاسگزارم. کاترین وست، نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا. و اما موضوع انتخابات رهبر حزب محافظه‌کار از جمله موضوعاتی که بسیاری از مردم بریتانیا دربارش در شبکه اجتماعی صحبت میکنن. ترنه فتحعلیان همکارم از بخش شبکه اجتماعی با ماست. موضوع راجع به چی دارن صحبت میکنن مشخصا؟ بله، همونطور که میشد تصور هم کرد این موضوع داغ‌ترین موضوع سوشال میدیا و فضای مجازی هست الان در بریتانیا، اما واکنش ها خیلی مثبت نیست. همزمان با هشتگ لیستراس، هشتگ های نخست وزیر من نیست و بدترین نخست وزیر هم داره در فضای مجازی در بریتانیا میچرخه. خیلی ها دارن میگن که لیستراس انتخاب اونها نیست، به کارنامه و پیشینش دارن اشاره میکنن و میگن که اون رو به عنوان نخست وزیر آینده بریتانیا قبول ندارن. خیلی ها هم با هشتگ بدترین نخست وزیر دارن میگن که به نظرشون بدترین نخست وزیر بریتانیا تو این سالهای گذشته که بوده و خیلی هم دارن میگن خب به هر حال اوضاع خیلی بدتر از زمان آقای بوریس جانسون نخواهد شد و به نظر اونها هنوز هم امیدی شاید باشه. خیلی ها میگن که لیستراس در زمانی که مسئله پارتی گیت مطرح بود در بریتانیا و این موضوع مهمانی های دولت بریتانیا در زمان کرونا خیلی داغ شده بود، خیلی هم میگن که لیستراس اون موقع هم جز بدنه در واقع پارلمان بریتانیا بود. همون موقع یک سری صحبتایی کرد و از مردم خواسته بود که موضوع رو خیلی کشش ندن و میگن که به هر حال الان این آدم شده نخست وزیر. در مقابل عده‌ای هم هستن که خوشبینن و فکر میکنن که برنامه‌هایی که خانم لیستراس داره ممکنه که اون بریتانیا رو از این بحرانی که الان وجود داره در واقع خارج بکنه. خود خانم لیستراس چند ساعت پیش توییتی کرده بود و از مردم تشکر کرده بود برای اعتمادی که بهش داشتن و گفتن که اقدامات جسورانه ای انجام میگیره برای اینکه از این بحرانی که الان به وجود اومده خارج بشیم. و مردم کامنت های زیادی زیر این توییت گذاشته بودن و گفته بودن بزرگترین خواستش این بود که از یک اقدام عاجلی صورت بگیره برای اینکه از این افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی هر چه زودتر مهار بشه. متشکرم ترانه فتحعلیان.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی از افزایش فشار بر بعضی از زندانیان سیاسی و عقیدتی منتشر شده. از جمله خانواده بهنام موسیوند که نگران جان او هستند. وکیل کسرا نوری از باز شدن پرونده جدیدی در دادسرای شیراز علیه موکلش خبر داده و از آزادی بهائیان بازداشت شده در مازندران هم با وجود صدور قرار وثیقه جلوگیری شده. مریم افشان گزارش می‌دهد. از دیشب تا الان پسرم وضعیت خوبی نداره. معده‌اش دچار خونریزی شده، خون بالا میاره. و امروز هم رفتم با خواهش تمنا هر کاری کردم با التماس به ملاقات ندادن. مادری که نگران جان فرزندش است. رجای شهر خواهش کردم به زور آوردنش، سچار نفته رفته زیر بغلش. به زور آوردنش به اینام به زور، یعنی قادر به صحبت کردن نیستی که. یعنی از من امروز مادر به دلیل زخم پا نتوانست دوباره به رجای شهر برود. من امروز رفتم ملاقات بهنام. اولا که به شدت رنگ روش زرد بود، چشش زرد و خونم تو چشش بود، به سختی حرف میزد. انقدر بیجون بود که خودش نتونسته بود بیاد. با ویلچر ورده بودنش. سری قبل بعد چند روز انقدر نیفتاده بود که الان افتاده. اون تو ویلچر بود، من یه ویلچر شکسته که یه پایش نمیچرخید، رو هوا بود. یکی برش داشت آوردش. بعد هم این که دیروز فقط دکتر رفته فشارش گرفته، هنوز پنده خونش هم چک نکرده بودن. بعد که من اعتراض کردم گفتن الان امروز انجام بیدن. خواستش همین بود که برگرده. خب من مسخره اینا نیستم، دو ساله من اینجام، هفت دفعه من آوردن و بردن. واقعش همینه که خودمون خانوادم به شدت تحت فشاریم سر این رجای شهر رفتن. واقعا یه آزار و آسیب مضاعفیه، رنج مضاعف. هفته قبل گزارش شد که ماموران زندان اوین پس از سه بار لغو ملاقات بهنام موسیوند با پزشکان مغز و اعصاب و گوارش و ارتوپد به او گفتند به بیمارستان منتقل می شود، اما در حیات زندان با اجبار و ضرب و جرح او را سوار یک ون کردند و به زندان رجای شهر بردند. کسرا نوری از دراویش گنابادی هم در روزهای گذشته از زندان عادل‌آباد شیراز به بازداشتگاه اطلاعات شیراز منتقل شد. نه روزی که کسرا از زندان عادل‌آباد رو بودن و به بازداشتگاه اطلاعات شیراز منتقل کردن. هر روز میگن که کسرا 24 ساعت دیگه به زندان برمیگرده، اما هنوز خبری نیست. و حالا امروز از طریق وکیل کسرا مطلع شدیم، براش پرونده سازی کردن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. و مصداقش امضای بیانیه ای عنوان شده که حتی منتشر نشده. پرسش من از قوه قضاییه اینه، چطور بیانیه منتشر نشده مصداق اتهام قلمداد شده؟ تا کی میخواید به کسرا، مادرم و خانواده رنج و ظلم تحمیل کنید؟ آقای نوری در جریان واقعه گلستان هفتم اسفند 96 به همراه صدها نفر دیگر از دراویش گنابادی بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به 12 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. در روزهای گذشته رضا خندان هم در صفحه توییتر خود از حمله یک زندانی به فرهاد میثمی، زندانی سیاسی در زندان رجای شهر خبر داد و نوشت جان آقای میثمی در خطر است. خبر دیگر انتقال آرش گنجی، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، از زندان اوین به زندان رجای شهر و سلول انفرادی است. در اواسط مرداد ماه هم عالی مطلب‌زاده و نرگس محمدی، دو فعال حقوق بشر که به زندان قرچک ورامین تبعید شدند، با انتشار نامه‌ای با اشاره به شرایط سخت و طاقت فرسای این زندان به لزوم تعطیلی آن تاکید کردند. وضعیت بد و شرایط سخت زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی حرف امروز و دیروز نیست. سال هاست که خیلی ها درباره آن هشدار دادند. در کنار این شرایط سخت، تبعید به شهرهای دیگر هم تنبیهی مضاعف نه فقط برای زندانیان که برای خانواده آنان هم بوده است. مریم افشنگ، بی بی سی. سعید دهقان، وکیل دادگستری از تورنتو کانادا با ماست. آقای دهقان، خوش آمدید به برنامه. به نظر میاد که شاهد دور جدیدی از افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. فصل مشترک اینها چیه؟ واقعیتش اینه که اصلا ما باید بپرسیم چرا زندانیان سیاسی، یا در واقع باید بگیم متهمان سیاسی، با وجود اینکه متهمان سیاسی در همه جای دنیا انگیزه های شرافتمندانه دارن و اتفاقا فصل مشترک تمام اتهامات متهمان سیاسی عقیدتی با انگیزه های شرافتمندانه که دارن و تعریف جرم سیاسی هم بر همین
اساس هست، چرا از سال 95 به این ور که قانون جمعه سیاسی تصویب شد، حالا این قانون اگرچه میدونیم که ناقص الخلقه است و میدونیم که تقریبا 37 سال بعد از اصل 168 قانون اساسی از سال 58، 37 سال بعد همین قانون ناقص الخلقه تصویب شد، چرا هیچ کدوم از این شهروندانی که شرافتمندانه دارن فعالیت میکنن به عنوان متهمان سیاسی در دادگاه جرم سیاسی که باید بر اساس اصل 168 قانون اساسی علنی باشه، دادگاه عمومی باشه، نه دادگاه انقلاب، با حضور هیئت منصفه باشه، در حضور اصحاب رسانه باشه، چرا هیچ کدوم از این شهروندان در این دادگاه ها پروندهشون اصلا رسیدگی نشده؟ یعنی همین قانون ناقص الخلقه رو که نگاه میکنیم میبینیم که همین هم رعایت نشده. واقعیتش که به عنوان یک وکیل دادگستری خجالت میکشم وقتی استناد میکنم به قوانین و همین قوانین نیمبند که میبینم همون هم اجرا نمیشه. وقتی زندانی بیمار هست، حالا امروز بهنام موسیوند، روزهای قبل، ماهای قبل، سالهای قبل این روند همیشه بوده. شما همین مستند جنایت عمدی جناب رسولوف رو خودتون در بی بی سی پخش کردین در مورد زندیات بکتاش آبتین، یک نویسنده، یک شاعر رو در واقع با چه وضعیتی در واقع باید بگیم به قتل رسوندن، برای اینکه مرگ در زندان با وجود مسئولیت مطلق حکومت و سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه در واقع به نوعی قتل است. و فکرم می‌کنم فصل مشترک همه زندانیان سیاسی عقیدتی و فعالان مدنی در حالی که در بند هستند به نوعی تحت شرایط پروژه قتل تدریجی هست که از سوی حکومت داره رقم می‌خوره. وگرنه ما هم ماده 502 قانون آیین‌دادرسی کیفری رو داریم که در مورد زندانیان بیمار هم تعویق اجرای مجازات رو حکم کرده، هم تبدیل کیفر مناسب از زندان به جزای نقدی یا سایر مجازات ها، هم وقتی عدم تحمل کیفر هست باید کیفر مناسب طراحی بشه در صورتی که اونها رو مستحق زندان بدونیم، که البته ما نمیدونیم. خب تو این شرایط بهنام محجوبی رو ما از دست دادیم، تو همین شرایطی که این قوانین نقض شده، یا ساسان نیکنفس و خیلی های دیگه. آیا زندانی و بستگانش هیچ ابزاری دارند که بتونند همین آینه دادرسی ناقص الخلقه به گفته شما رو بتونند در واقع طلب بکنند از مقام های قضایی؟ سوال سختیه. واقعیت شما همین ویدئویی که مادر آقای بهنام موسیوند منتشر کرده، شما ببینید چه ویدئویی هست، سراسر رنج و استیصاله. در همین شرایط از کجا کمک میخواد؟ ببینید، ما وقتی قوانین نیمبند ما رعایت نمیشه، قوانین ناقص الخلقه مثل قانون جرم سیاسی هم حتی رعایت نمیشه، از سال 95 به این بعد دیگه موظفن ولی این کارو نمیکنن و همه متهمان سیاسی یا شهروندان منتقد و معترض رو به دادگاه امنیتی انقلاب میبرن که معلوم نیست بعد از 40 چند سال بعد از انقلاب این دادگاه انقلاب اصلا چرا وجود داره. شما وقتی به این ویدیو نگاه میکنید از کی کمک میخواد؟ از جامعه بین المللی. سراسر رنج این سخن. یعنی شما وقتی خوب نگاه میکنید ببینید که دادخواهی رو ایشون و اغلب شهروندان و دادخواهان در ایران متوجه شدن که فقط به عنوان زینت المجالس دادخواهی به عنوان حق مسلم در اصل 34 قانون اساسی پیش بینی شده، اما تقریبا همه میدونن که به بنبست رسیده، یک جنازه است در واقع دادخواهی، جنازه یا در واقع نیمه مرده است، به جامعه بین المللی مراجعه میکنن. خب حالا باید بپرسیم سازمان ملل در رأس جامعه بین المللی داره دقیقاً چی کار میکنه؟ از همون ضمانت اجرای حداقلش آیا استفاده میکنه؟ به نظر میاد که نه. یعنی در واقع خوب نگاه بکنید، همین رفتاری که فیفا کرد باعث شد در مورد ورود زنان به استادیوم ها وقتی فشار باشه، وقتی اون ضمانت اجرا درست و دقیق اجرا بشه، در کنار مطالبه گری زنان در جامعه ایران در فضای جامعه مدنی میبینیم که اینا کنار هم موفق میشه و میبینیم که در آستانه جام جهانی قطر زنان به استادیوم ها راه پیدا میکنن. اما سازمان ملل به عنوان بزرگترین سازمان بین المللی در دنیا از اون حداقل ضمانت اجراهایی که داره آیا استفاده میکنه؟ به نظر میرسه که نه، در حالی که وقتی به حق عضویت خودش میرسه جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه به تعلیق حق رأیش در مجمع عمومی سازمان ملل و به حق عضویتش میرسه، اما وقتی به ظلم و ستم و تبعیض علیه شهروندان، حالا اینجا شهروندان ایرانی، در جای دیگه در سایر کشوران به همین شکل در نظامهای تمامیت‌خواه، انگار جز زبان فشار و زور رو متوجه نمیشن و همین ضمانت اجرا نمیشه. و من خیلی بعید میدونم که با این قوانین نیمبند در شرایطی که ما در شرایط فروپاشی حقوقی هستیم بتونیم کاری بکنیم، همون که در مورد هموطنان بهاییمون داریم میبینیم، در گزارش خانم افشنگ هم بود. شما ببینید نسل‌کشی تدریجی در مورد هموطنان بهایی در حالی داره رخ میده در طول 40 چند سال گذشته که از
همون اصل 14 قانون اساسی در مورد رعایت حقوق انسانی غیر مسلمانان در ایران یک اصل قانون اساسی به عنوان مثلا میثاق ملیه، اون رعایت نمیشه و هموطنان بهای ما از همه حقوق اولیه‌شون در واقع محرومه. متشکرم سعید دهقان، وکیل دادگستری. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران دستور داده تا تالاب انزلی تا حد امکان احیا شود. این تالاب سه روز گذشته در آتش می‌سوخته. دادستان انزلی گفته 4 نفر در این رابطه دستگیر شدند. همزمان تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد پارک ملی دنا در زاگرس هم 2 روز پیش آتش گرفته بود. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. تالاب انزلی دوباره آتش به جانش افتاده. چند روز است. رئیس جمهوری ایران دستور ویژه داده تا در حد امکان این تالاب احیا شود. البته این بار اول نیست. او 3 سال پیش هم درباره تالاب انزلی دستوری داد. وقتی رئیس قوه قضاییه بود. وقتی کسی میره تالاب انزلی رو مورد آسیب قرار میده، یه وقت سخن از این است که اصلا یک اقدامی داره میشه، مسئله فاضلاب شهری که داره وارد این تالاب میشه. این مسئله خیلی روشنیه. اینو باید مسئولان و دستندرکاران اجازه ندن. رسانه های ایران میگویند همچنان فاضلاب وارد تالاب بیرمق انزلی میشود. مقام های ایران میگویند آتش سوزی عمدی بوده. 4 نفر در این رابطه دستگیر شدند. تو بررسی های اولیه مشخص شد که اینها کسانی بودند که در سالهای گذشته مدعی مالکیت 3 هکتار از زمین های اونجا بودند. بعد از گذشت یک زمانی به دلیل آتش سوزی هایی که اتفاق افتاده بود مدعی شده بودند 30 هکتار مالکیت دارن. الان که آتش سوزی صورت گرفته مدعی مالکیت 100 هکتارن. آتش سوزی 3 روز پیش شروع شد، اما عملیات اطفای حریق ظاهراً بلافاصله شروع نشد. فرماندار انزلی اول گفت همه سازمان ها پای کار هستند، اما متاسفانه راه دسترسی به منطقه آتش سوزی بسیار سخت، امکان حضور دستگاه‌ها در اونجا نیست. تنها راه دسترسی به اونجا امداد هوایی و آتش نشانی هوایی. بعد گفت بالگرد اعزام شده، اما منتظر آبگیری بالگرد هستیم. این هم محیطبانی که با دست خالی آتش را در پارک ملی دنا خاموش می‌کند، در کوههای زاگرس. تالاب هورالعظیم هم در عراق می‌سوزد و دودش به چشم مردم خوزستان می‌رود. محیط زیست ایران قربانی فساد و سوء مدیریت است. پرهام قبادی، BBC. روند گرانی کالاها و خدمات در ترکیه ادامه داره، طوری که نرخ تورم سالانه در ماه اوت به بیش از 80% رسیده. به گزارش مرکز آمار ترکیه فقط طی 1 ماه نرخ تورم سالانه نزدیک به 1.5% بالا رفته و بیشترین افزایش هم در بخش حمل و نقل، مواد غذایی، لوازم خانگی، هتل و رستوران و مسکن بوده. افزایش تورم در ترکیه از پارسال شتاب گرفته بعد از اینکه بانک مرکزی نرخ سود بانکی رو برای 4 بار کاهش داد و از 15% به 14% رساند. جم چاکماکلی، استادیار اقتصاد در دانشگاه کوچ از استانبول ترکیه با ماست. خوش آمدید به برنامه آقای چاکماکلی. آقای اردوغان تأکید داره که علارغم افزایش افسارگسیخته تورم نرخ بهره رو پایین نگه داره و میگه که داره یک مدل جدید اقتصادی رو پیاده میکنه. این مدل جدید اقتصادی چیه؟ بله، او همچنان اصرار داره که نرخ بهره رو پایین نگه داره و به همین دلیل تورم به 80% رسیده. مسئله اینه که الان نرخ بهره منفی 16% و این شرایطی به وجود آورده که عملاً ترکیه به شدت وابسته شده به کالاهایی که وارد میشه به کشور و وقتی که شما ارزش لیره ترکیه به شدت کاهش پیدا کرده، اون وقت میبینید که قیمت محصولاتی که وارد کشور قرار بشه بسیار بالا میره و این برای شرکت‌هایی که در داخل اون محصولات رو تولید میکنن یه سودی داره به هر حال.
بنابراین این تحت زمان میبره و همینطور باید منابع خیلی زیادی برای سرمایه گذاری وجود داشته باشه که بتونه تولید رو در داخل افزایش بده، امکانات جدید و همینطور ماشینایی که بتونن محصولات. بنابراین این چیزی، این طرحی نیست که بشه به زودی بهش نتیجه رسید مثلا در یک ماه. هدف این طرح این بود که مسئله هزینه ها رو با پایین آوردن ارزش لیره و غیر ممکن کردن واردات، مسئله بیاد و افزایش صادرات رو ایجاد بکنه، ولی این چیزی نیست که در کوتاه مدت انجام بده. یک سال بعد از اینکه این طرح آغاز شده، الان هزینه خیلی از کالاها به شدت افزایش پیدا کرده و همینطور خب ارزش لیره هم به شدت کاهش پیدا کرده. کمپانی‌هایی که مجبورن یه سری مواد اولیه رو وارد بکنن برای اینکه بتونن اون مواد نهایی رو در داخل تولید بکنن، اونها هستن که با مشکل مواجه شدن. اونها باید با قیمت خیلی زیادی اون محصولات رو، محصولات اولیه رو خریداری بکنن. اینه الان دلیل اون شوکی که به اقتصاد ترکیه وارد شده از برای واردات. مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که همچنان درخواست کالای خارجی بسیار بالا هست برای اینکه خب کمپانی ها میخوان تولید بکنن، ولی به دلیل اینکه درخواست داخلی و همینطور درخواست خارجی بسیار بالا هست، همچنان دارن وارد میکنن. وقتی که دارن وارد میکنن، اون هم باعث شده که افزایش خرید به وجود بیاد و این باز باعث شده که ارزش لیره ترکیه کاهش پیدا بکنه. آقای چاکماکلی، بسیاری از اقتصاددانان نزدیک به دولت ترکیه تاکید دارند که این مدل اقتصادی نتیجه خواهد داد و گفتند که تا پایان سال میلادی یا اوایل سال آینده میلادی نرخ تورم رو به کاهش میره. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که خوشبینانه است این پیشبینی هایی؟ بله، فکر میکنم بسیار خوشبینان است، به این جهت که ما یه انتخابات داریم سال آینده. ما یک سال زمان هست تا اون انتخابات، و همونطور که میدونید انتخابات همیشه باعث میشه که عملا اعتبار، منابع اعتباری زیادی باید باز بشه. الان با این تورم و کاهش ارزش لیره ترکیه، اون وقت به نظر میرسه که مشکلات اقتصادی ما بسیار بیشتر خواهد شد. درخواست بسیار زیادی وجود خواهد داشت در طول یک سال آینده، و با اون انتخاباتی که در پیش هست، من فکر می‌کنم این درخواست همچنان سر جای خودش خواهد بود. از اون طرف اعتبار بیشتری باید تزریق بشه. این که در طول ماه‌ها یا سال آینده بشه تورم رو کاهش داد، واقعا فکر می‌کنم خیلی خوشبینانه است. در بهترین حالت همین حدی که هست الان میمونه و من فکر می‌کنم پیش‌بینی اینه که بالاتر میره. سپاسگزارم. جم چاکماکلی، استادیار اقتصاد در دانشگاه کوچه ترکیه. شماری از روزنامه‌نگاران و سیاستمداران افغان در یک سالگی کشته شدن فهیم دشتی، روزنامه‌نگار و سخنگوی پیشین جبهه مقاومت ملی افغانستان، مراسم یادبود او را در دانشگاه تورنتو کانادا برگزار کردند. خانواده دشتی اعلام کرده که بنیادی را به نام او ایجاد کردند تا از خبرنگاران در افغانستان حمایت کنند. علی حسینی گزارش می‌دهد. شهید محمد فهیم دشتی. قصه های این جمع درباره مبارزی است که خبرنگار شد و سپس دوباره مبارز. دوستان فهیم دشتی در این مراسم گفتند که او در دو عرصه سیاست و خبرنگاری متعهد بود. سالها برای آزادی بیان تلاش کرد و یکی از مهمترین حامیان آزادی بیان و خبرنگاران بود. فهیم دشتی از ژورنالیستان کارکشته و مشهور افغانستان بود که کار خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای از اواسط دهه 90 میلادی با هفته‌نامه کابل آغاز نمود. و این خبرنگار شجاع و جسوری بود که تمام زندگی خیش را در مبارزه برای حقیقت و آزادی وقف نموده.
در این راه هیچگاهی سازش و تعامل نکرد. سیاره دشتی، همسر فهیم دشتی، میگوید ایجاد بنیاد دشتی اقدامی است برای عملی کردن آرزوهای او. بنیاد دشتی کارکردهای خودشان است، اما آرزوهایی که خودشان داشتن برای مردم و ملت خود، بخصوص بخش آزادی بیان، خبرنگاران و اینا. و این مدت 2 هفته شده که ما یعنی تأسیس شده. تا آخرین لحظه در کنار هم بودیم. به گفته نزدیکان آقای دشتی، او پس از بحرانی تر شدن اوضاع در افغانستان با روزنامه نگاری خداحافظی کرد و وارد عرصه مبارزه با طالبان شد. میدانی که در آنجا نیز تعهد ویژه خود را داشت. فهیم دشتی از نزدیکان احمد شاه مسعود، فرمانده مجاهدین علیه تهاجم شوروی و از چهره‌های ضد طالب بود. در این اتاق حدود 21 سال پیش در زمان ترور آقای مسعود همراه او بود و زخمی شد. او سالها بعد و پس از سقوط حاکمیت اول طالبان وارد عرصه روزنامه نگاری شد. مدیر مسئول هفته نامه کابل و زمانی هم رئیس اتحادیه خبرنگاران افغانستان بود. در ری پنج سیر حدود 20 روز پس از سقوط کابل با شکل گیری نیروهای موسوم به جبهه مقاومت ملی و به رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود در برابر طالبان ایستاد. در این مدت فهیم دشتی رسما سخنگوی جبهه مقاومت ملی بود و اخبار مربوط به نیروهای این جبهه را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌داد. یک سال پیش در چنین روزهایی جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که آقای دشتی کشته شده. یک روز بعد هم طالبان اعلام کردند که توانستند پنجشیر را تصرف کنند. در سالگرد آن اتفاق اینها جمع شدند تا داستان خبرنگاری را روایت کنند که سلاح گرفت و عاشق شعر بود. علی حسینی، بی بی سی. نیم قرن بعد از کشتار المپیک مونیخ، مراسم بزرگداشت قربانیان امروز در آلمان با حضور بازماندگان آنها و رؤسای جمهوری اسرائیل و آلمان برگزار شد. المپیکی که با کشته شدن 11 ورزشکار اسرائیلی به دست گروهی از نیروهای مسلح آزادی بخش فلسطین برای همیشه در خاطره جمعی با این حادثه هولناک گره خورد. در آن زمان در آلمان هنوز نیروی ویژه عملیات ضد تروریستی وجود نداشت و تمهیدات امنیتی جدی در آن المپیک در نظر گرفته نشده بود. مریم انصاری نگاهی کرده به آنچه در المپیک 1972 رخ داد. پنجاه سال پیش در چنین روزی، فضای 20 دور بازی‌های المپیک در مونیخ زیر سایه سنگین یک گروگانگیری قرار گرفت. محوطه‌ای که می‌بینید سال 1972 دهکده مردان المپیک مونیخ بوده. جایی که الان تبدیل شده به آپارتمان‌های مسکونی و بخشش هم خوابگاه دانشجویی. سرگاه 5 سپتامبر این سال 8 نفر از اعضای گروه سپتامبر سیاه با لباس ورزشی و ساقه دستی که توش اسلحه بوده از حصار دور این دهکده بالا میان و وارد محوطه ای میشن که آپارتمان ورزشکاران اسرائیلی توش بوده. آنها حدود ساعت 4:30 صبح وارد این ساختمان شدند و 11 نفر از تیم اسرائیل را زمانی که در خواب بودند گروگان گرفتند. مهاجمان 2 نفر از ورزشکاران را در همان ابتدا کشتند. بازی‌های المپیک در این سال به شکل زنده و با تصاویر رنگی به جهان مخابره می‌شد. نمایشی از فضای باز، شاد، مدرن و آزاد و کاملاً متضاد با 36 سال قبل از آن، زمانی که آلمان هیتلری میزبان بازی‌ها بود. با فرارسیدن سالگرد این المپیک، خاطرات آن زمان دوباره زنده می‌شود، به خصوص برای شاهدان عینی. اوریک ناس میفرد که یک روز قبل از آن برنده مدال طلای پرش ارتفاع زنان شده بود، فردای آن روز سر صبحانه از ماجرا باخبر می شود. من فقط 16 سالم بود. تا یه لحظه قبل از شنیدن این خبر قهرمان المپیک بودم و حالا یک گروگانگیری. انگار از آسمون به زمین افتادم. هممون وحشت داشتیم که مبادا اتفاقات بدتری در پیش باشه. مسابقات شنا در مونیخ تازه تموم شده بود و ما برای شرکت در یک جشن به شهر دیگه رفتیم. شب وقتی برگشتیم اتوبوس ما رو جلوی دروازه دهکده نگه داشتن. ساعت‌ها معطل موندیم و دلیلش رو هم نمی‌دونستیم. فقط می‌گفتن هیچ کس نمی‌تونه داخل محوطه بشه. دیر وقت شب بود که فهمیدیم چه اتفاقی افتاده. اون چه در این المپیک رخ داد تمام زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داد.
تلاش ناکام پلیس که با لباس شخصی بر بام ساختمان‌های اطراف برای نجات جان گروگان‌ها جای گرفته بود، در برابر دوربین خبرنگاران و چشمان جهانیان به نمایش گذاشته می‌شد. خواست مهاجمان آزادی 234 فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و آزادی دو تن از رهبران گروه ارتش سرخ آلمان بود. اسرائیل این را نپذیرفت و رایزنی مسئولان و سیاستمداران آلمان برای نجات گروگان‌ها به جایی نرسید. هر چیزی که تصورشو بکنید اشتباه پیش رفت. اولش که هیچ طرح امنیتی نداشتن. با وجود اینکه درباره احتمال یه حمله با چنین سناریوی هشدار داده شده، اما به هشدارها توجهی نشد. روح اون المپیک توانایی مواجهه با چنین چالشی رو نداشت. مهاجمان پس از چند التیماتوم عصر این روز خواستار پرواز به قاهره همراه با 9 تن از گروگان‌ها شدند. آنها شبانه با 2 هلیکوپتر به پایگاه هوایی فورستنفلدبورگ منتقل شدند. در اولین دقایق عملیات نجات، مهاجمان همه 9 ورزشکار اسرائیلی را به رگبار بستند. در ادامه درگیری یک افسر پلیس نیز جان خود را از دست داد و 5 تن از اعضای سپتامبر سیاه کشته و 3 نفرشان به اسارت درآمدند. یک روز پس از این رخداد هولناک و با یک مراسم یاد بود، بازی‌ها ادامه پیدا کرد. تصمیمی که قطعاً برای بستگان قربانیان خوشایند نبود، ولی به نظرم کار درستی بود، چون نباید در مقابل تروریستا کوتاه می اومدیم. این مهم و درست بود که بازی ادامه پیدا کرد. اون زمان در میان ورزشکاران هم نظرهای مخالف زیادی بود، اما اکثریتشون موافق از سر گرفتن مسابقات بودند. حوادث تلخ این المپیک و سرنوشت هولناک 11 ورزشکار اسرائیلی سالها چالشی برای دولت آلمان باقی ماند. کمی مانده به 50مین سالگرد این واقعه، آلمان بالاخره حاضر شد غرامتی در خور به بازماندگان بپردازد و وعده داد اسناد این ترور را به طور کامل منتشر کند. مریم انصاری، دهکده المپیک مونیخ. همطور که ابتدای برنامه اشاره شد، فردا روزیه که لیستراس مقام نخست وزیری رو از بوریس جانسون نخست وزیر فعلی تحویل میگیره. ویژه برنامه هایی خواهیم داشت در بی بی سی فارسی. ازتون دعوت میکنم که فردا با ما باشید. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. شب خوش.